بله سلام سلام، خوبی؟ خواهر عزیز، ممنون. شما خیلی خوبی؟ خوشحالم میبینمتون. آخی من نمیدونم تصویر منو درست دارین یا من چپکیم؟ اینجوری میبینم اتون. اینجوری میبینین؟ پس همون، من فکر میکنم که من این به قولی چی میگه بهش؟ اگه که خوشگلاسیون داستان رو من درست کنم. عالی، دقیقا. اوکی، عالی. سلام نیلو عزیز، شبت خوش. خیلی 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 خوشحالم که امشب این افتخار رو دارم با شما گفتگو داشته باشم، صحبت کنم. امشب میخوایم شهادت زندگی شما رو بشنویم. یه چند تا سوال دیگه هم داریم. عزیزانم از طریق پیغام ها این فرصت رو داشتن چند تا سوال بکنن. ممنون هستم که این وقت رو گذاشتیم، فرصت رو داریم. واقعا بالمانیم که اوف که خیلی هیجان زدم من. و یا قبل از اینکه بیایم معرفی کردم، واقعا یک خواهر در مسیح، خواهر کوتن با یک صدای عالی قشنگ، پرستنده خدا. واقعا برای من یه افتخار. خیلی خوشحال هستم با آشنایی و مطمئنم عزیزان که الان دارن میبینن لایف هستن، ما رو فالو میکنن. همینطور خیلی خوشحالم که شما رو بعد از یه چند مدت ما لایف میبینیم و میتونیم با شما یا این مشارکت لایف رو داشته باشیم. خیلی خوشحال هستم میبینم که افتخار بودن با شما، به خصوص با خودت رومینا جان. اون شب صحبت کردیم، بهت گفتم دفعه قبلی که کلیسای آلفا اومگا اومدم نتونستم شما رو خوب ببینم، برای همین خیلی خوشحالم که واقعا امروز این فرصت هست منم بتونم با شما با عزیزان باشم. مرسی از دعوتتون و مرسی از محبت و لطفتون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی، واقعا من خیلی خوشحالم. البته ما شما رو خب توی از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام همینطور همه فالو میکنن، میدونم که خیلی طرفدار دارین، چون یا واقعا با صدای شما، با پرستش شما هستش که خیلی عزیزان دیگه مخصوصا من میتونیم وارد پرستش بشیم و شما یه الگو برای خیلی از عزیزان مخصوصا خانمای جوان هستین. پس فکر کنم به اندازه کافی هم الان عزیزان همراه ما هستن. خوش آمد میگم به کسایی که تو این زمان سلام علیک ملحق شدن به ما عزیزان، یا مرسی برای این همه قلبهایی که من دارم میبینم. عزیزان ما الان میخوایم کامنتارا رو خاموش میکنیم، چون هم سرعت اینترنت نره پایین، هم این که حواس من لیلو جان پرت نشه و تمرکز کنیم به صحبت هایی که الان در پیش داریم. ولی دقیقه با اجازه حالی من نمیدونم چی کار کنم، این دوربین من یعنی این گوشی ها هیگ میفته. اگر بدونی پشت سر گوشی من چی گذاشتم که بریست، من پشت گوشیم چی گذاشتم، این هم دون گذاشتم، این بر کردم، اون بر کردم، نور اینجوری چی کار کنم. آره من... ولی الان عالی هست خواهر عزیزم، صدات هم خوب میاد. الان من فکر کنم خیلی ازت تعریف کردم، شاید زیاد صحبت کردم. دوست دارم که خودتو برای عزیزانی که الان دارن میبینن، فکر نکنم یه کسی شما رو نشناسه، ولی خوشحال میشیم کوتاه خودتو معرفی کنیم. حتما حتما. من نیلوفرم، 29 سالمه، متولد سال 71م، چون ممکنه بعضیا فکر کنن نیمه دومیم. متولد 10 اردیبهشت سال 1371 هستم و خیلی 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 خوشحالم از اینکه از سن 10 سالگی، 10-11 سالگی مسیر زندگی، سفر زندگیمو با عیسی مسیح شروع کردم. و اولش خودم ایمان نیاوردم، اول پدر مادرم ایمان آوردن. و جالبه بدونی که مامان بابای من درویش بودن. نمیدونم که میدونی که فارسی یعنی خیلی توی اسلام و توی یک میشه گفت خیلی عمیقا توی سنت و رفته بودن تو عرفان و این چیزا و خیلی خیلی درگیر عرفان و عالم بالا و اینا شده بودن. و آره پدر مادر من درویش بودن. من قشنگ یادمه 6 سال درویش علی یادم نمیاد چی بودن اون در اون قسمت بودن. و بعد پدر مادرم همزمان، یعنی همزمان که میگم توی یک بازه زمانی ایمان آوردن و از طریق ماهواره
ولی خب قبلش خب میدونم تو ایران خیلی ها کتابای اسکاولشین، چهار اثر فلورانس اسکاولشین رو مطمئنم خیلی ها خوندن. مامان من وقتی که قبل این که درویش بشن این کتاب رو دو بار سه بار خونده بود و از همونجا عاشق شخصیت حضرت عیسی شده بود، ولی خب بعدن که درویش شده بودن خودش میگه من اصلا دیگه از یادم رفت که حضرت عیسی پیامبر مهربانی، دیگه از یادم رفت. ولی خب بعد این که از طریق شبکه‌های مختلف ماهواره، اون موقع یادمه که شبی شاید یک ساعت برنامه مسیحیت چیست بود، مامان و بابای من میوه های اون برنامه هستن، توی اون برنامه ایمان آوردن و بعد وصل شدن به کشیش هرمز. خب توی ایران که بودیم خیلی روابط صمیمی تر شد و ما به کلیسای خانگی وصل شدیم و از وقتی که وارد کلیسای خانگی شدیم میتونم بگم که من تقریبا 13-14 سالم بود و از همون زمان وقتی وارد کلیسای خانگی شدم اولین چیزی که منو خیلی به عیسای خداوند جذب کرد سرود بود. سرودای مسیحی خیلی برام جالب بود، چون من وقتی که با پدر مادرم خانقاه میرفتم وقتی درویش بودن، یه چیزی خیلی همیشه برای من عجیب بود، این که با زاری، با گریه و با حرکات عجیب مذهبی باید خدا رو ستایش میکردن. خدا که چه عرض کنم، پیغمبرها و ائمه و اینا. ولی خب خیلی برای من این اولین چیزی که منو جذب کرد سرود بود توی کلیسای خونگی. وقتی وارد کلیسای خونگی شدیم قشن یادمه که بچه های کلیسای خونگی با دو تا انگشت سرود ای ایسان از زنبیا رو میزدن و میخوندن و همونجا این تو ذهن من شکل گرفت که مسیحی‌ها یه فرق خیلی بزرگ دارن و اون این که خداشون رو خیلی دوست دارن، چون پیشش غمگین نیستن و وقتی که میان توی کلیسا با هم هستن خوشحالن، شادن، سروداشون غمگین نیست، سروداشون در وصف خداست، سروداشون غم انگیز و درباره از دست دادن نیست و این اولین چیزی بود که منو جذب کرد. چون که بیشتر نوحه ها یا هر چیزی که توی اسلام، خب من بچه بودم میشنیدم، در مورد از دست دادن یکی از اشخاص اون خانواده ائمه بود و این از اون بچگی تو ذهن من بود که چرا همش درباره از دست دادن، درباره غم، اندوه، همه گریه میکنن و غمشون رو با همدیگه به اشتراک میگذارن. ولی این خیلی برای من جالب بود، تو کلیسا شادی خدا رو با هم به اشتراک میذاشتن. این اولین چیزی بود که منو واقعا جذب کرد و عاشق پرستش شدم. از همونجا عاشق پرستش شدم. خدا رو شکر. الان تو یه چند تا سوالی که من آماده کرده بودم و همه رو تو دو جمله خلاصگی جواب دادی نورپر عزیز. واقعا خدا رو شکر که خدا از طریق همین سرودها، پرستش‌ها خیلی از قلب‌ها لمس میشن و اصلا به طرف عیسی مسیح خداوند زنده کشیده میشن دقیقا. پس سوال بعدی من معمولا این می بود که چطور ایمان آوردی، در یعنی چند ساله که ایمان آوردی و چی شد که تصمیم گرفتی قلب تو به عیسی مسیح بدی و واقعا یا ایمان دریافت کردی که خدای زنده است و اون هر چی که در گذشته بهش ایمان داشتی یا فکر تصور میکردی و کنار بودشتی؟ من خودم سفر شخصی من با عیسی از جایی شروع شد که با ایمان پدر و مادرم خیلی مخالف بودم، به خاطر اینکه دیده بودم که مسلمون بودن و بعد دیدم که شدیدتر مسلمون شدن، درویش شدن. همون موقع وقتی که فهمیدم که به عیسی مسیح ایمان آوردن، اولین ریاکشن من این بود که یعنی چی؟ مگه میشه آدم هی عوض کنه؟ و خیلی این تو ذهن من میچرخید که معنیشو نمیفهمیدم یعنی چی که ما مسیحی شدیم. من فکر میکردم وقتی که مسلمون به دنیا آمدی دیگه فوقش بتونی یه چیز مسلمون نباشی، مسلمون تر میتونی باشی، نه اینکه اصلا مسلمون نباشی. این خب افکار بچگانه من بود، چون من خیلی کوچیک بودم و خیلی درک نمیکردم اینو، تا اینکه یه شب خوابیدم و توی خواب شخصا خودم عیسی مسیح رو جسم دیدم توی خواب. و توی خواب، یه خواب خیلی طولانی بود ولی میخوام کوتاهش بکنم، این بود که توی خود خواب قشنگ برای من باز شد که عیسی خداوند حقیقت راستیه و این یه دین نیست. متوجه این توی خواب اینو متوجه شدم، تو مکالمه‌ای که با عیسی داشتم، که این یه دین نیست و پدر مادر من
دین عوض نکردن، بلکه خدای حقیقی، راستی، راه و راستی رو پیدا کردن. و وقتی از خواب بیدار شدم، باور نمی کنی رومینا، هیچ سوال مجهولی تو ذهنم نبود، هیچ سوالی. وقتی بیدار شدم می دونستم که عیسی خداونده، وقتی بیدار شدم می دونستم که می خوام ایمان بیارم، این حقیقت رو می خوام، اصلا هیچ سوال دیگه ای نداشتم. و خب بعدش دیگه دعای توبه رو خوندم، ایمان آوردم. و میتونم بگم تو بازه زمانی 2 تا 3 سال طول کشید تا من خدمتم رو بعدش شروع بکنم، چون که وقتی ایمان آوردم راستش خیلی نمیدونستم که باید کتاب مقدس خوند، انجیل خوند. این یه چیزیه که یه رابطه است، دین نیست، یه کار مذهبی نیست که حالا بعضی وقت کتاب رو باز کنی بعد بذاری رو تاخچه، بلکه یه رابطه است. و تو رابطه تو اگه کلام خدا رو نخونی با صدای خدا آشنا نیستی. خب اینو نمیدونستم خیلی و طول کشید تا اینو یاد بگیرمش. پس 2 تا 3 سال طول کشید تا من اصلا بفهمم کجام، به کی ایمان آوردم و یاد بگیرم که اصلا میخوام چیکار کنم تو این بدن، تو این بدن عیسی به عنوان یه عضو باید چیکار بکنم. فکر کنم سوال بعدی اینه که چجوری خدمت رو شروع کردم. دقیقا احساس میکنم سوالام جلوته. آخه اون مسیر میرست. خب دقیقا الان این پیباگانگ راه خوبی رو توضیح دادی. پس فهمیدیم که از طریق سرود و پرستش کنجکاو شدی، علاقه پیدا کردی به عیسی مسیح، به مسیحیت. و اینا من نمیدونستم، این شهادت شما رو نشنیده بودم که واقعا از طریق خواب خداوند زنده با شما صحبت کرد. آمین که خدای ما زنده است و از هر جور، از هر طریقی میتونه با ما صحبت کنه و رابطه برقرار کنه. خیلی برام جالب بود که توی خواب و چقدرم که از خواب پا میشی و 100% ایمان رو داری و دیگه به قول خودت هیچ سوالی اونجا باقی نمیمونه. چقدر خوب، خیلی جالب. و سوال من و خیلی از عزیزان دیگه توی همین اینستاگرام این بود که از کی شروع کردی خدمت تو، این خدمت پرستش، چطور متوجه شدی که این پرستیدن خداوند خواندگی توه. و یه نفرم یه سوال خوب نوشتش که از شما پرسیدن که من چطور میتونم این محض رو دریافت کنم. این سوالو من به شما میدم و خیلی واقعا مشتاق این جوابای شما هستیم. اول از اینکه در جواب اون عزیز بگم، امیدوارم مسح مخصوص خودتو پیدا بکنی، مسحی رونده تر، نه مسح یک شخصی، نه مسح شبیه اون، بلکه مسح خودت. چون شخصا اونجا بودم، اون توی این سوالی که مطرح شده، فکر من یک زمانی بود که وقتی که پرستشای عزیزان دیگه ای رو میدیدم که خب من توی ایران توی کلیسای خونگی خدمت میکردم، اون موقع پرستشای عزیزان دیگر رو که خب خیلی شناخته تر شده بودن میدیدم، میگفتم خدای من اینو میخوام، من میخوام همون جوری باشم، من اون مسحو میخوام، هیچ جوری دیگه نه، اونو میخوام. و واقعا میخوام بگم مسح خودتون. حالا میرسیم به جواب این سوال دقیق تر. ولی از این که من خدمتم رو کی شروع کردم، همین که گفتم وقتی که 2-3 سال گذشت از ایمانم و واقعا شروع کردم به کلام خدا رو بیشتر خوندن و تو رابطه با خدا وارد یک عمل شدم، نه اینکه فقط راجبش بدونم، بلکه خودم هم توی این رابطه یک قدمی برداشتم، میتونم بگم از اونجا این پرستش رو دوست داشتن، سرودها رو دوست داشتن وارد انگار شیفت شد، انگار وارد یه لول دیگه ای شد. و احساس من وقتی که سرود پرستش خونده می شد این بود که من باید این سرودها رو بخونم، من باید دهانم رو باز کنم و باید صدام رو روی این سرودها آزاد کنم. و عاشق این شدم که این سرودا رو یاد بگیرم، این سرودا رو دونه دونه یاد بگیرم بخونم. قشنگ یادمه که ما یه دستگاه ریسیور ماهواره داشتیم، یه دستگاه ویدیو داشتیم. من قشنگ یادمه چون اون موقع ها شبکه های سیاسی فقط 1 ساعت برنامه مسیحیت چیز پخش میکردن، من تو اون 1 ساعت برنامه مسیحیت که توش هر سرودی پخش میشد قشنگ یادمه، من و بابام ویدیو تیپ میذاشتیم و دونه دونه سرودا رو ضبط میکردیم. و من زورا که از مدرسه برمیگشتم دونه دونه این ویدیو تیپ ها رو میزدم از اول، اینقدر گوش میدادم اینقدر اینا رو تمرین میکردم تا این سرودا رو یاد بگیرم. و میخوام بگم از این شروع شد، از یه قدم اینطوری شروع شد که عاشق این شدم که این سرودا رو یاد بگیرم و خودم بخونم. ولی میتونم بگم از این شروع شد، اما
این قدم من بود، ولی اینکه خدا توی این قسمت چه عملی رو انجام داد، میخوام بگم ما وقتی که توی کلیسای خونگی وارد شدیم، جا داره اینجا از شبان عزیزم زنده یاد حاله عزیز یاد بکنم. حاله عزیز 7 سال شبان کلیسای ما بود و روز اولی که وارد کلیسای خونگی شدیم، قشنگ یادمه که حاله اینو اولین بار به من گفت، گفت که تو وقتی سرود میخونی مسح خدا رو من میبینم. و من اون موقع نمیفهمیدم کلمه مسح یعنی چی. واقعیت من فکر کردم میگه مست. و بعد از جلسه پرسیدم، گفتم مسح پرستش یعنی چی؟ و برام وقتی توضیح داد خیلی شیفته این شدم که این چیزی که گفتی و میخوام. و حاله اولین مشوق من بعد از پدر و مادرم بود. بابا مامان من خیلی مشوق بودن، هیچ وقت به یاد ندارم که مامانم یا بابام گفته باشن نه نزن نخون. پدر مادرم اولین کسایی بودن که وقتی فهمیدن من عاشق اینم که سرودا رو یاد بگیرم، اولین کسایی بودن که برای من یه کیبورد کوچیک خریدن و من با اون کیبورد کوچیک شروع کردم. قبل این کیبورد کوچیک من با کیبورد اسباب بازی داداشم برای خودم تمرین می‌کردم، یه کیبورد قرمز خیلی کوچولو داشت. حالا نمیخواستم خیلی وارد این جزئیات بشم، ولی میخوام بهت بگم قدمای خیلی کوچیکی برداشتم که دوست داشتم پرستش رو یاد بگیرم، ولی اون پارت عظیم و خدا برداشت و با تایید خدا و با قدمهایی که خدا منو توش هدایت کرد، من تونستم که پرستش رو شروع بکنم. و میخوام اینجا بگم یکی از افرادی که خیلی منو تشویق کرد، افراد زیادی که خیلی منو تشویق کردن توی اوایل شروع خدمت، افراد اعضای کلیسامون بودن. اعضای کلیسای ما خیلی مشوق بودن، با اینکه من یه دختر نوجوان بودم، 13-14 سالم بود، شاید اعضای کلیسا همه سنا بالاتر، ولی واقعا مشوق بودن. و خیلی کم من یادمه که کسی به اعتنا نکرده باشه به پرستشی که انجام دادم تو کلیسا. این خیلی منو تشویق کرد و این باعث شد که خدمت پرستش رو شروع بکنم. قطعا که خب حاله عزیز خیلی فرصت داد که خراب کنم پرستش رو، بتونم انجام بدم اون چیزی که تو خلوت تمرین میکردم و بتونم تو روزایی که جلسه خانگی داشتیم انجامش بدم. پس میخوام بگم پارت من شخصی نبود، از پارت عظیمش کار خدا بود، ولی اشتیاقی که داشتم که پرستش رو یاد بگیرم، سرود خوندن رو یاد بگیرم، هم قسمتی بود که کمک کرد که این خدمت رو شروع بکنم. مرسی، ممنون. واقعا ما این یعنی معمولا تو اولین قدم رو برداشتی، تصمیم گرفتی و فکر کنم این از اولین خواندگی آمین که در تو بود و صدای خواندگیت آمین گفتی، لبه گفتی، قدم برداشتی، تمرین سرود کردی و واقعا الان تو همون جایی هستی که اون زمان ها از طریق این شبکه ها پرستنده ها رو میدیدی. الان من و خیلی ها دیگه وقتی تو رو تماشا میکنیم، مخصوصا توی این پرستش های زمان پرستش از طریق یوتیوب، ما میگیم وای کاشکی ما الان بتونیم مثل نیلوفر عزیز بتونیم اونجوری واقعا در روح با حقیقت و در فروتنی پرستش کنیم. واقعا الان که تو یه جای هستی ما همه لذت میبریم، برکت میگیریم، برکتی هستی برای ایرانی ها، برای افغان های عزیز که بتونیم با زبان مادریمون انقدر قشنگ پرستش کنیم و به صدات گوش بدیم. خیلی عالی، ممنون هستم برای این جواب. آمین که عزیزان دیگه هم که این سوال ها رو داشتن توی این صحبت تو جواباشون رو گرفتن. پس شنیدیم که هم شعر میخونی، یعنی هم عاشق پرستش سرودی هستی، سازم که میزنی اینو دیدیم، کیبوردم که خدا رو شکر الان پیانو و کیبورد میزنی، نفهم که اسباب بازی نموندی. و همونطور که خودت قبلا اشاره کردی، شاید برای خیلی از عزیزایی که کلیسا تا حالا نرفتن یا در جستجو هستن، مسیحیت رو نمیشناسن، دلم میخواد اینو بیشتر برای فالوا و ما توضیح بدی که این فرق پرستش ما در مسیحیت و دینهای فرقای دیگه دقیقا چیه. همونجور که خودت گفتی، خب ما سرود میخونیم، ساز میزنیم، شاد هستیم، البته نه فقط دینهای دیگه، حتی الان شاید
بعد اینم بگم که خیلی از کلیساها هستن، کلیسای سنتی، کلیسای دولتی، کاتولیک یا ارتدوکس، که معمولا توش موزیک شاد یا اونجوری مثلا موزیک های کلیسای زنده میشناسه، موزیک پاپ، سازهای زیاد داشته باشه، مخصوصا بیس، جاز، درامز اینا رو نمیشناسن. ولی همجوری تو اشاره کردی، خدای ما خدای زنده است و دوست داره که فرزندانش رو شاد ببینه. اگه اینو بیشتر توضیح بدی که برای عزیزانی که شاید با این طرز پرستش آشنا نیستن و تعجب میکنن که چطور میتونن برقصن، شعر بگن، بس واقعا آیا اینجا خدا هست، پس احترام چی میشه، نمیدونم سکوت کردن چی میشه، اینا رو مطمئن هستم که تو الان خیلی قشنگ میتونی به هم ما توضیح بدی. حتما. راستش فکر میکنم منبع همه ما کلام خداست و دوست دارم مطمئنم واقعا منبع هر اون چی که میگیم کلام خداست. توی یوحنا، انجیل یوحنا باب 4 آیه 23 و 24 دو تا آیه خیلی عجیب، عمیق و زیبا هست. اینطور میگه، میگه اما زمانی میرسد و همکنون فرا رسیده است که پرستندگان راستین پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است. خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستن. من وقتی به این آیه فکر میکنم، راستش دو بار توی این آیه کلمه پدر هست و هر دو بار قلبمو میلرزونه، به خاطر اینکه این آیه ها نشون میده که ما برای چی خدا رو میپرستیم. اصلا دلیل این که ما خدا رو میپرستیم رابطه پدر فرزندیه. ما یک نیرو نمیپرستیم، ما یک شخص خیلی مقدسی که از بقیه جداست فقط نمیپرستیم، یک کسی که بهش بگیم که او معصومه و ما بد، فقط اون رو نمی پرستیم، بلکه ما پدر رو می پرستیم. ما در رابطه صمیمانه با خدا می تونیم اون رو پدر خطاب کنیم، ولی همه نه. کلام خدا خیلی واضح، رک و بی‌تعارف میگه، میگه اون کسی که عیسی خداوند رو میشناسه، این حق به او داده میشه که او رو پدر بخونه، این حق به او داده میشه که فرزند خدا باشه. پس ما اگه خدا رو میپرستیم، دلیلمون برای این پرستش رابطه ایه که با خدا داریم. توی این رابطه ای که با خدا هست نمیتونیم نپرستیمش. به عنوان بچه هاش، به عنوان فرزندانش، نمیتونیم، هرچه بیشتر او رو میشناسیم نمیتونیم سکوت کنیم. دقیقاً. شده تو کلیسا، تو خلوت، تو رازگاهان های شخصی خودمون، تو موقعیت های وحشتناکی که تو زندگی عبور کردیم و خدا ما رو عبور داده که شاید هیچ کس نبوده اون لحظه ها رو ببینه، وقتی کارهای خدا رو دیدیم، به چشم دیدیم، به گوش شنیدیم و عمل کرده و دیدیم، نمیتونیم ساکت بمونیم. خود من نمیتونم. من وقتی خدای انجام میده، اولین ریاکشنم اینه که خدایا این کار تو رو دنیا باید ببینه. نمیتونیم سکوت کنیم. اگر رابطه با پدر هستیم، در روح و راستی، در کلام او، در شناخت او، هرچی بیشتر توی این رابطه، هرچی بیشتر کلامش رو میخونیم، خدا رو میشناسیم، هرچی بیشتر در دعا، در مشارکت با روح خدا هستیم، بیشتر او رو میشناسیم، نمیتونیم او رو نپرستیم. و فرق رابطه ما، رابطه مسیحیت با چیزهایی که ساخته شده، میتونم بگم دینها یا میتونم بگم بدعتها، متاسفانه چیزهایی که ساخته شده نیست، بلکه ایمان ما بر اساس رابطه‌ایه که با پدر داریم و تو این رابطه نمیتونیم او رو نپرستیم واقعا. و سوالت خیلی جالب بود، گفتی که چرا ما با ساز خدا رو میپرستیم، چرا میدونی یه سوال جالبه که بعضی وقتا مثلا توی یه سری کلیساها میری یا یه جاهایی میری در این احترام، ولی ممکنه بگن که ما با این ساز خدا رو نمیپرستیم، شما با این ساز اینجا نباید خدا رو بپرستیم. واقعیتش اینه که صدای ما یک سازه. واقعیت خلقت، اون چیزی که خدا آفریده، ما پر از ریتمیم، ما پر از سازیم، نه فقط پیانو، نه فقط گیتار، نه فقط سازهای زهی و کوبه ای، ما خودمون یه سازیم. صداهای
داره میتونیم از هنجرمون در بیاریم، نه؟ و کلام خدا به وضوح توی مزمور میگه، میگه هرچه جان داره خدا رو بپرسته. آمین. و واقعا توی موسیقی دیدی بعضی وقتا وقتی که موسیقی نواخته میشه، کسی که به مسیح هم ایمان نداره حتی میگه، میگه این موسیقی روحمو جلا داد. بله، جان داره، واقعا این موسیقی روح داره، جان داره. وقتی موسیقی پخش میشه نمیشه خدا رو باش نپرستیم. موسیقی یک نواییه توی خلقت، این همه زیبایی خدا آفریده و خلقت با همه اون چه که آفریده شده داره خدا رو میپرسته، همه چیز داره میپرسته، همه چیز یه صدایی، یک سازی، یک نوایی از خودش داره. آمین آمین. و من فکر کنم واقعا اصلا اون زمانهای اول اصلا همجوری تو گفتی موزیک از خداست، برای خداست. موزیک اول این بود که باش خدا رو بپرستیم و بعدها توی دنیا یه کار دیگه با موزیک میکنن. ولی اگه برگردیم اون اول، موزیک واقعا برای این بوده که با ساز و آواز، همجور که الان من مثلا به یاد داوود افتادم که چطور پرستش میکنه، نه فقط با ساز و آواز، حتی با رقص، با دست زدن، اینا رو همه رو برای جلال خداوند ما انجام میدیم. و همجور گفتی که ابراز احساس کنیم، احساساتمون رو بهش بگیم. مرسی، ممنون هستم برای این جواب پر برکت و عالی. همونجور که الان یه اشاره کوتاه کردی که مثلا خیلی از ماها از زمانهای سخت گذشتیم، در گذشته یا شاید الان خیلی ها هستن از بیابانها میرن، یک تیمایی که الان خیلی توی اخبار یا فکر کنم کل دنیا الان داره باش سر و کله میزنه، این پاندمیه. توی این فکر کنم الان سال دوم شد که داریم ازش گذر میکنیم. و همینطور خواستم بپرسم که در زندگی شخصی تو، که البته تو چند وقت پیش ازدواج کردی، میخواستم دوباره تبریک بگم از طرف خودم و گروه میدیا و کسی آلفا و اومگا، خیلی خوشحال شدی، مبارکتون باشه. تو همسرت الان به خاطر این زمان فکر کنم حتی توی محله جدا زندگی میکردین، اینطور که فکر کنم مدت طولانی حتی نتونستین همدیگر رو ببینین. سوال من الان این بود که از این زمان چجوری گذشتین، چه تجربه هایی کردی، هم زندگی خصوصیت، هم از طریق روحانی. و عزیزی هم این سوال رو توی پی ام برای ما داده بود که توی این زمان سخت شما چه کار کردین و چطور این زمان رو گذروندین. اگه دوست دارین به ما توضیح بدین. حتما. فکر میکنم من یکی از شاید میلیون ها آدمی هم که واقعا پاندمی خب تاثیر داشت تو خیلی چیزا. من و همسرم که الان همسرمه تو دوره پاندمی نامزد بودیم، یعنی ما سال 2019 نامزد کردیم و دنی یه بار برگشت آلمان توی ماه نوامبر با هم بودیم و بعد از اون دوباره برگشت آمریکا. به من چی گفت؟ گفت من میرم دو ماه دیگه برمیگردم. دقیقی که تو فرودگاه بود گفتش که نگرانم یا قصه نخوری، یا من میرم دو ماه دیگه برمیگردم. فکر کن نوامبر دنی رفت و توی فوریه میخواست بلیط نگاه بکنی که دوباره برگرده، دقیقا خوردیم به اوایل کرونا و دو ماه شد دو سال و ما همدیگر رو دو سال ندیدیم. همچنان نامزد بودیم ولی خب همدیگر رو ندیدیم دو سال و خیلی سخت بود. یعنی میتونم بگم ریاکشنم به اون دو سال همین سکوته. خیلی سخت بود، یعنی واقعا روزها و ساعتهایی بود که با دنی با فیستایم حرف میزدیم، بهش میگفتم نمیدونم از این سخترم میتونه بشه یا نه دیگه. یعنی رسیده بودیم به یه جایی که من میگفتم هیچی منو سورپرایز نمیکنه، یعنی دیگه خیلی داره سخت میشه همه چی. و خب توی زندگی های شخصی خودمون هر کدوممون تو کشوری که بودیم خیلی مانع های بیشتری هم میومد. مثلا من این استانی که الان خودم زندگی میکنم توی آلمان یکی از استانایی بود که دوره پاندمی انقدر سخت گرفتن توی این استان که واقعا اون روز داشتم تو گوگل نگاه میکردم آمار افسردگی توی استان ما توی دو سال و نیم گذشته بسیار رفته بالا از اون چیزی که بوده. میخوام بگم چیزایی بود که توی زندگی شخصیمونم جداگانه بود، بجز فقط حالا رابطه ما،
و این خیلی باعث میشد هر کدوممون جداگانه واقعا غمگین بشیم، دل سرد بشیم. خیلی روزا بود که هر جفتمون وقتی با هم حرف میزدیم آدمای پیروزی نبودیم. یعنی روزهای بسیار واقعی، دردهای بسیار واقعی رو توی این دو سال هر کدوممون تجربه کردیم. جدای از این دردها توی این دو سال من و دنی احساس میکنم خیلی بزرگ شدیم. یعنی یه واقعیت خیلی نسبت به روبرو شدن با مشکلات جداگانه خیلی بزرگتر شدیم. من خودم واقعا خیلی بزرگتر شدم، دنی همینطور. و ولی خب سخت بود، بسیار سخت بود. اما سوال اینه که چی باعث شد عبور کنیم و چه کردیم؟ توی همین دو سال یادم میاد که چندین و چند بار با عزیز خداوند، با شبانم، منتورم، دوست، همراهم واقعا، با برادر روزبه صحبت کردم. بهش همیشه میگم بابا روزبه، چون ایشون بجز منتور و شبان واقعا میتونم بگم توی این 6-7 سالی که خدا واقعا این مرد رو توی زندگی من و خانواده‌ام گذاشت، واقعا واقعا خدا از طریقش بارها من رو نجات داده، بارها منو از افکاری که میتونسته واقعا منو شاید دل سرد کنه نجات داده. خدا از طریق او واقعا بارها و بارها با من صحبت کرده. و اتفاقا ایشون یکی از کسایی بود که توی این دو سال بارها وقتی باهاش صحبت کردم و راجع به این سختی ها باهاش صحبت می کردم، یک بار یه چیزی به من گفت و میتونم بگم این یه چیزی بود که منو خیلی سر جام نشوند. در این که چیز بسیار عمیق و جدی بود، در این حال برای من شخصا مثل یک توبیخ روحانی، یک توبیخی که توش محبت خدا رو عمیقا چشیدم بود. و اون این بود که به جای اینکه نگاه کنی که چی نیست، به جای اینکه غر بزنی برای اون چیزی که نیست، باید می بود ولی نیست، به جای اون بچسب به وعده های خدا. چیزی که داری وعده های خداست، چیزی که نیست. و تو وقتی دائم به اون چیزی که نداری و نیست نگاه میکنی، غرغر میاره، شکایت میاره و دست خودت هم نیست. انسانی نمیشه نیاره، نه؟ ولی خیلی جالب بود، پرسپکتیو و نگاه منو برد سر جای درست. میدونی من دایره‌ای که جلوم بود دائم ندارم، نیست، نمیشه، محدود شدیم، نشد، این در بسته شد. و دقیقا بعد روز به صورت منو اینوری کرد تا من یک سیرکل دیگه، یک دنیای دیگه ای رو ببینم. چی داری؟ و اون وعده های خدا بود. و میخوام بگم وعده های خدا چیزی نیست که ما فقط راجبش حرف بزنیم. وعده های خدا حقیقیه در کلام. وعده های خدا فقط احساسات ما نیست، این که گرم شدم، سرد شدم، تو پرستش این شد، اون نشد. واقعا وعده های خدا حقیقیه، کلام خدا حقیقیه. و توی این دو سال تنها و تنها و تنها چیزی که نذاش من بیفتم واقعا وعده های خدا و کلام خدا بود. از درون این دو سال تو خلوت خودم سرود نوشتم تا دلت بخواد. شاید هیچ کسی این سرودا رو شاید نشنیده. تو این دو سال من 2-3 دفتر شعر پر کردم، ولی این میدونستم اینا سرودای منه، سرودای خلوت منه، سرود درد منه. این سرودیه که باهاش این درد رو تجربه کردم و خدا با این سرود به من یه آزادی داد، به من یه شفا داد. بعد پیمان، یکی از عزیزانی که با هم توی زمانی بر پرستش هستیم، سالهاست با هم واقعا در پرستش خدا هستیم، بعد پیمان همیشه میگه دردمون رو هدر ندیم، دردمون رو به پرستش تبدیل کنیم. و واقعا همین شد برای من توی این سال گذشته و توی این دو سال گذشته. نمیخواستم دردم هدر بشه، میخواستم از دردم استفاده کنم. و واقعا توی این دو سال با سرود، با پرستش، با کلام خدا، با حقیقت خدا، وعده های خدا، با سرود، با این سرودهای ستایشی که از دل واقعیت میاد، نه از دل این که من پیروزم، فقط از دل این که من شکستم، پر از دردم، ولی میدونم یک شخص دیگه با من توی این آتش هست. این سرودا واقعا منو به جلو کشید و وعده های خدا واقعا منو پا بر جو نگه داشت. خدا رو شکر، چقدر شهادت زیبایی بود. ممنون عزیزم، واقعا
الان که اینجوری میگی برای خود منم این کلام برکت بود. خیلی خیلی سلام به برای به روز عزیز برسون که الان این جمله فکر کنم تو ذهن خیلی همون بمونه. آمین که بمونه، هیچ وقت به اون از این زمانه سختی میگذاریم بسید منفی نگاه نکنیم. و نیست خیلی مهم که الان تو هم گفتی رو وعده خدا بایستیم، و چیزی که الان برای من هی بیشتر باز میشه خدا زمان خودشو داره و خدا به وقت خودش همیشه عمل میکنه و ما بعد منتظر بهترین ها باشیم. پس الانم که خدا رو شکر خورده وضعیت بهتر شده، باز میتونیم بیشتر همدیگر رو ببینیم، سفر بریم و آمین که بهتر از این هم بشه. پس الان خودت با این موضوع شروع کردی که تو این تایم کلی خداوند سرودهای جدید، روح القدس سرودهای جدید به تو هدیه داده. میتونیم لطفا خواهش کنیم یکی از این سرودها رو، هر کدوم که دوست داری خودت یا دوست داری الان شاید بندگردانشون رو برای ما بخونی. عزیزان همه در سکوت گوش میدیم صدای زیبای نیلوفر عزیزان. عزیزی حتما این سرود رو اتفاقا تو همین دوره پاندمی نه فقط خودم، من، دنی و بعد پیمان، میتونم بگم ایده اصلی سرود اتفاقا با پیمان عزیز بود و با همدیگه ستایی میتونم بگم روی این سرود بیشتر کار کردیم. این سرود یکی از سرودایی بود که توی این دو سال میتونم بگم یکی از اون وعده ها بود که منو نگه داشت که بازیستم و بدونم که او خداست و شرایط هر چی باشه بازیست و بدان که او خداست. واقعا در هر تنگی، هر اتفاقی که بیفته، تو هر جایی که هستیم بازیستیم، تو همون پوزیشنی که هستی بازیست و رو تو برگردون به وعده های خدا. یکی از وعده های خدا اینه که بدان که او خداست، او کارش. و توی بندگردان این سرود میگه بازیستیم و دانیم او خداست، که او خداست، که او خداست. بازیستیم و دانیم او خداست، که او خداست، که او خداست. یهوه نسی پرچم پیروزی، یهوه روی شبان قمهای، یهوه شالوم خداوند صلح و سلامتی، یهوه رافا خداوند شفا، یهوه یرا می کند مهیا، یهوه سبایوت خداوند لشکرها. آمین آمین. مرسی، خیلی ممنون نیلوفر عزیز. من باز دوباره برای چند لحظه بردی آسمون ها. واقعا این سرود اون زمانی که مثلا لوکداون بود و شما عزیزان یا این زحمت رو کشیدین و حتی از راه های دور با هم دیگه یک شدین و این سرود رو ضبط کردین با هم دیگه تا این زمان پرستش استاپ نکنه بلکه همینجور ادامه داشت، چقدر کلیساها وقتی اون زمانی که فرصت نبود دیگه از نبود یک شنبه ها جمع بشن و جلسه داشته باشن از طریق زوم آنلاین، چقدر ما با این سرودهای شما عزیزان تیم زمان پرستش برکت گرفتیم. واقعا خداوند شما تک تکتون و برادر خواهری که تو تیم هستن برکت بده، همه با صداهای عالی با سازشون یا کمک میکنن تا بقیه به اون جایی که باید باشه برسن. و همیشه من با این سرود زمان پرستش اون بدترین زمانی که بودم کافی یه سرود بذارم و گفت اونجا روح خدا واقعا میریزه، فرق نمیکنه سرود مانه که کجا ضبط شده و روی خدا کمک میکنه که اونجا پرستش میکنه. خدا تک تکتون رو برکت بده. اگر این تیم عزیزو دیدی سلام ما رو، سلام الفا امگا رو برسون و ادامه بدید، ادامه بدید، ادامه بدید. ما خیلی چیز از شما یاد میگیریم و تک تک شما برای ما عزیزان الگو هستین. و حالا که راجع به این تیم زمان پرستش داریم صحبت میکنیم، الان چند وقت همه جا ما تو استوریامون هم گذاشتیم تبریک میگم برای آلبوم جدید به اسم عیسی به دنیا اومده. میتونی اونجا هم یه توضیح کوچولو بدی که این چجوریه و همه بریم و تهیه کنیم این آلبوم زیبا رو برای زمان پرستش در این زمان
کریسمس. حتما. واقعا یک خسته نباشید به کل تیم، به تمام کسایی که از طراحی بگیر تا آهنگسازی، تنظیم، گوش. این گوش خیلی قسمت مهمیه، برای اینکه باید تمام این میکس ها شنیده میشده تا به یک نتیجه برسن. میخوام بگم واقعا به عنوان یک قسمت کوچیکی شاید از یک پروژه بزرگ، دوست دارم شخصا تشکر کنم از تمام تیم، از مینیستری ایلام که میدونم چقدر واقعا قلب پشت این آلبوم هست. میدونم که عزیزان اگر که پیج اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، تلگرام زمانی برای پرستش رو چک بکنن، خیلی توضیحات راجع به آلبوم داده شده. به طور خاص بیو پیج اینستاگرام زمانی برای پرستش خیلی کامل، آیتیونز، اسپاتیفای نوشته شده، یوتیوب نوشته شده که چطور پیدا کنن. همینطور یه لینک هست اگه بخوان آلبوم رو تهیه بکنن، کافیه بزنن روی اون لینک و اونا رو میبره به فروشگاه کلمه و میتونن آلبوم رو تهیه کنن. و من یک هارد کپی از آلبوم اینجا دارم که اتفاقا دیروز به دست خودم رسید. خیلی خوشحالم. این آلبوم 11 تا سرود داره و نمیخوام بیشتر لو بدم، برید ببینید، برید دنبالش. مطمئنم که خودتون خیلی کیف میکنین و قلب پشت این آلبوم اینه که هرچه بیشتر دنیا این پیغام رو بشنوه که عیسی به دنیا اومده. آمین. نجات دهنده. عیسی به دنیا اومده، نجات دهنده به دنیا اومده. اگه توی سالها واقعا توی این چند سال اخیر چقدر خبر شنیدیم، چقدر به قول تو خبرهای سخت، خبرهای بد، چقدر محدودیت، خبر خوش اینه که عیسی به دنیا اومده، نجات. و میخوایم با این قلب واقعا امسال کریسمس، جشن تولد عیسی رو با این آلبوم، با این قلب جشن بگیریم که هر چی شد، هر اخباری آمد، مهمترین خبر عالم، مهمترین مژده عالم اینه که عیسی به دنیا آمده. و عزیزان وقتی که آلبوم رو تهیه میکنن یک کارت باهاش حتما میاد که QR کد ساخته شده برای تمام قسمت هایی که میتونن آلبوم رو باهاش دسترسی داشته باشن، چه یوتیوب، چه اسپاتیفای، اپل میوزیک و همینطور فروشگاه کلمه که میتونن تهیه بکنن سی دی این آلبوم رو. پس نمیخوام بیشتر راجبش بگم، راجب سروداشم نمیخوام بیشتر بگم، اتفاقا برید به پیج اینستاگرام زمانی برای پرستش یا یوتیوب، وقتی که برین کاملا در مورد آلبوم، حتما لایو هایی که برادر روزبه و خواهر دریا در مورد این آلبوم گذاشتن رو حتما ببینین تا آخر. کاملا توضیح داده قلب پشت این آلبوم و اینکه چطور میتونین این آلبوم رو تهیه بکنین. خیلی خیلی عالی. فکر کنم دیگه الان بیشتر و بیشتر مشتاق شدیم این سرودها رو بشنویم، سرودهای جدید، سرودهای پرستشی. و همونجوری که گفتیم مهمترین چیز اینه که همه این سرودها، همه این پرستشا برای اینه که جلال رو به عیسی مسیح بدیم و اعلام کنیم که خدای ما زنده است. فرق نمیکنه الان از چه داریم میگذریم، در چه زمانهایی هستیم. عیسی مسیح، میلاد عیسی مسیح خیلی مهمه و آمین که عیسی مسیح دوباره میاد. پس چقدر خوب میشه اگه عزیزان بعد از این برنامه که تموم شد، همون جوری که نیلوفر عزیزم گفتم، برین تو پیج زمانی پرستش تمپل ورشیپ، پیج خود نیلوفر عزیز، حتما تو پیج دریا جون و همینجور از طریق یوتیوب حتما فالو کنین، سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین. و همینطور خوشحال میشیم اگر کلیسای آلفا و اومگا هم همراهی کنین و ما رو تو یوتیوب و پیجامون فالو بکنین. یا آمین که از طریق این سرودها قلب‌های بیشتر لمس بشه و همینطور که من و شما و از خیلی دیگران شهادت شنیدیم چطور از طریق شنیدن سرود پرستش، اولین بار که وارد کلیسا شدم، خود من هم یکی از اینها بودم که یه تصور دیگه از کلیسا داشتم و توی راه پله‌ها گفتم اینا چیکار دارن میکنن، مثل اینکه جشنی، مهمونی، عروسیه و اصلا اینجوری خانواده‌ام مونده بودیم، واس گیتار، کیبورد، مگه اینجا کلیسا نیست؟ آمین که شما هم از طریق این سرود ها، از طریق این پرستش ها واقعا قلبتون لمس بشه و بتونین بیشتر و بیشتر با عیسی مسیح منجی و آشنا بشین و اگر هم آشنا هستین عمیق‌تر و عمیق‌تر وارد این رابطه با خدای ما باشید. ممنون هستم نیلوفر عزیز. الان عزیزانی بودن، نمیخوام فراموشتون نکردیم، عزیزانی که از قبل به ما پیغام دادن، سوال هایی که داشتن
یه چند سوالی بود که خب من سوال میکنم، میخوایم نمیخوام سوالی از نخونده باشم، یه دونه که جواب داده که چطور میتونن ایشون این مس رو به دست بیارن که شما گفتین آمین که مس خودشون رو به دست بیارن، خدا اونجایی که خوانده شده این عزیز رو بذاره. یه نفر دیگه یه سوال رو میکنم، میپرسید که چه غذایی خیلی دوست داری؟ اصلا آماده داشتم انقدر مورد علاقمه نیست فکر کنم. فسه جون بریم سوال بعدی. جون با گوش یا مرغ؟ نم بگم مرغ. اصلا فسنجون با مرغ. عزیزی که پیغام نوشتی فسنجون با مرغ، عالی. راست رو بگم نیلوفر عزیز، خیلی ها سوالی نداشتن، خیلی ها این پیغام گذاشتن که یعنی برای شما گذاشتن، ما دوستت داریم، خیلی دوستت داریم، همه خواستن برکتت بدن و خوشحالن که این فرصت هست که اینترویو ببیننده. و یک عزیزی هم نوشتی خیلی دوستت داره و ازت خواهش میکنه که برای ایران در دعا باشی، که من مطمئنم که همه ما، همه خادمین و همه کلیساها مخصوصا در این زمانها برای ایران عزیزمون، برای افغانستان عزیزمون همه در دعا هستیم. کسی که تو ایران هستین الان شاید ما رو میبینین، مطمئن باشین اگر ما شاید نمیتونیم به شما برسیم یا هم دیگر رو مستقیما ببینین، کلیساها و همه خادمین خداوند همیشه و همیشه در فکر شما عزیزان هستن و ما همیشه شما در دعاهای ما هستین و ما شما رو برکت میدیم و آمین که یه روزی هم شما بتونین در آزادی خداوند زنده رو بپرستید. آمین. نیلوفر عزیز، این برنامه ما اسمش زندگی من با مسیحه، پس ما معمولا این جمله رو به عزیزانی که توی این برنامه دعوت میکنیم میگیم که این جمله لطفا کامل کن، هرچی که تو ذهنت میاد. زندگی من با مسیح. چند تا جمله که چند تا کلمه میتونم اد کنم؟ اصلا جمله بگو. زندگی من با مسیح یه سفر پرفراز و نشیب اما شیرینه. واو، آمین. شیرین، دقیقاً. آمین آمین. اینا رو همه رو الان یادداشت میکنیم، چه خیلی جمله چنگی بود. آمین آمین، ممنون هستم. و امیدوارم که به آخر برنامه رسیم. راستش انقدر الان خوشحالم که با تو این انترویو رو داریم و هرچی که الان گفتی باعث برکت شد و دوست داشتم ساعت‌های دیگه آنلاین با هم دیگه صحبت کنیم. آمین که به زودی بتونیم نه فقط لایف آنلاین بلکه حضوری با هم دیگه صحبت کنیم، تو رو تو گروه پرستشمون داشته باشیم. الان که تو این ایام کریسمس هستیم، میلاد مسیح داره میاد، درست 10 روز دیگه میلاد مسیح، هایلیگ آوند تو آلمان میگن، تو این زمان آدوند چه پیغامی یا چه یا اگه کلامی برای عزیزانی که الان دارن ما رو فالو میکنن داری، یا اگر دعای تو قلبت هر جور که دوست داری این تایم رو الان به تو نیلوفر عزیز میدم تا اون حرف دلتو به عزیزان بگی. حتما. این روزا شخصا دارم باب 2 لوقا رو میخونم همزمان با این ایام کریسمس و دوست دارم چند تا آیه بخونم. و چیزی که این روزا قلب خود منو خیلی لمس میکنه و شاد میکنه، دوست دارم اونو در میون بذارم. توی باب 2 لوقا، خب داستان به دنیا آمدن عیسیست و بعد شبانان و فرشته ها، چند تا آیه هست خیلی جالبه. میگه که از آیه 10 میخونم تا 12، میگه اما فرشته به آنان گفت مترسید، زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمد، او خداوند مسیح است. نشانه برای شما این است که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در آخری خوابیده خواهید یافت. این آیه ها رو وقتی میخونم، وقتی به اینجا میرسه که نشونه این که نجات دهنده به دنیا آمده اینه که نوزادی رو توی آخوری میبینید که تو قنداق پیچیده شده، و خیلی به این فکر میکنم که تو آیات قبلش میگه او خداوند مسیح هست، نجات دهندهی برای شما، ولی نجات دهنده در آسیب پذیرترین حالت ممکن به دنیا آمد. نوزاد هیچ کاری نمیتونه بکنه، آسیب پذیرترین موجوده، نوزاد انسان به طور خاص، و بعد میگه توی آخر و در قنداقی پیچیده.
عیسی خداوند نجات دهنده عالم در آسیب پذیرترین حالت ممکن به این دنیا آمد که آسیب های زندگی ما رو شفا ببخشه. او خودش آسیب رو چشید، از بد و تولد چشید. وقتی نمیتونه هیچ کاری بکنه، کسی ممکنه یکی بگه من هیچ کاری دیگه از دستم بر نمیاد، یه نوزاد در آسیب پذیرترین حالت ممکنه، هیچ کاری از خودش نمیتونه بکنه، حتی نمیتونه برای گرسنگیش زبون باز کنه. نه زبون داد فقط گریه است، دلش درد میکنه گریه. و ما میدونیم عیسی خداوند کاملا طبیعی زندگی کرد، او گشنه شد به عنوان نوزاد انسان، او دل درد کشید و او واقعا در آخر به دنیا آمد. ما وقتی یه بچه به دنیا میاد چقدر قبر براش تهیه میبینن، اتاق درست میکنن، ولی عیسی در آخر به دنیا آمد. عیسی تنها کسیه که آسیب رو خوب میفهمه، عیسی تنها کسیه که آسیب پذیر بودن رو آسیب رو پذیرفت و میتونه آسیب رو بفهمه، برای همین نجات دهنده عالمه. میخوام بگم امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای به دنیا آمده و این خبر بسیار شادی بخشه. بین همه اخبار بد، چه پاندمیک امسال بره چه نره، چه من امسال به خاطر پاندمیک عروسی بگیرم نگیرم، خبری شادی بخش بیشتر از این نیست که نجات دهنده به دنیا آمده. این خبر بی نظیره. او به دنیا اومد نه فقط برای اینکه ما یه هالیده یا جشن بگیریم، نه فقط برای اینکه ما یه تعطیلات خوش رنگ داشته باشیم، تو خیابونا تعطیل باشیم، با خانواده وقت بگذرونیم، غذاهای خوشمزه بخوریم، درخت بچینیم، کادو بدیم، کادو بگیریم. او به دنیا اومد برای اینکه آسیب رو بفهمه، برای اینکه آسیب رو شفا بده، برای اینکه من با شما رو، هر اون کسی که حتی به عیسی مسیح ایمان نداری رو، آسیب رسیده به تو، آسیب رو کشیدی، او آمد که به تو بگه من تو رو میفهمم، اما نه فقط میفهمم، بلکه من میتونم تو رو از این شرایط بیارم بیرون، من میتونم تو رو نجات ببخشم. این خبر شادی بخش کریسمسه و واقعا با این دوست دارم بگم امسال کریسمستون رو با این خبر جشن بگیریم واقعا. آمین آمین. ممنون هستم نیلوفر عزیز برای این پیغام پربرکت که واقعا هیچ چیز دیگه من نمیتونم بهش اضافه کنم. واقعا خبر اصلی و مهمترین اخبار رو همونجور که خودت گفتی، اخباری که الان 2000 ساله هست و هیچ وقت قدیمی نمیشه، همیشه اکتواله و همیشه دلهای ما رو آروم میکنه که منجی ما، نجات دهنده، زنده است و هر سال ما به یاد میلاد او جمع میشیم، جشن میگیریم و آمین که این یا انجیل به قلب‌های تمام عزیزانی که یا در جستجو هستن برسه و یا خود عیسی مسیح با قلب تک تکتون صحبت کنه. عزیزان ما همه برای شما، عزیزان هر جا که هستیم در دعا هستیم. الان به پایان برنامه رسیدیم. نیلوفر جون واقعا خیلی خیلی خوشحال هستم تو باعث برکت نه فقط من، همه ما هستی. من میدونم که فکر کنم مثلا کل کلیسه آلفا اومگا با صدای شما و تیمت پرستش میکنن در خونه هاشون. خدا برکتت بده و آمین. در دعا هستیم که این پاندمی بالاخره به پایان برسه و دعا میکنیم که یه جشن عروسی بزرگ بتونیم و ما بعد عکسش هم میبینیم. واقعا مرسی که این وقت رو گذاشتیم. میدونم تو این چند وقت با کسی اینترویو نداشتی، سکوت کردی و خدا رو شکر در این سکوت خداوند با قلب صحبت کرد و سرودهای زیادی رو داد که باز این سرودها باعث برکت همه ما میشه. خیلی خیلی خوشحال شدم، خوشحال شدم که اینجوری لایف تونستیم با هم دیگه وقت داشته باشیم. عزیزان فراموش نکنین اگه وقتی برنامه تموم شد، شما میتونین از طریق سایت کلیسای ما، سایت زمانی برای پرستش و سایت های دیگه هم دسترس به این آلبوم جدید بکنین و هم اگر سوالی دارین، اگه احتیاج به دعا دارین، اگر پیشنهاد دارین، میتونین برای ما پی ام بفرستید، خوشحال میشیم. رومینا جان از شما از دعوت مرسی که اجازه دادید امروز با شما باشم. به من خیلی چسبید و واقعا زندگی همه ما با مسیح کلی حرف داره. اگه میتونستی لایف با هر کدوم عزیزان بری، مطمئنم الان چند نفر، 70 نفر، 70 تا داستان زندگی، 70 تا شهادت داشتیم و مطمئنم که
به آسمان میرفتیم با این حجم شهادت و شنیدن از اینکه مسیح برای زندگی هر کدوم ما کیه. واقعا آمین آمین. اتفاقا عزیزان بعد از این لایف که تموم شد شما این فرصت رو دارید، ما بعدنها توی استوری سایتمون میذاریم، خیلی خوشحال میشیم و مشتاقیم بدونیم که از طریق این برنامه شما چه برکتی دریافت کردین، چه خداوند با قلبتون چه صحبتهایی کرد، و بعد ما اینا رو هم پخش میکنیم تا برای عزیزان دیگه که شاید الان این امکان رو نداشتن این برنامه رو ببینن، یا شاید خیلی ها هستن درست همون برکت رو گرفتن. ما هم خوشحال میشیم که در اینجا هم به ما همراهی کنین و کامنتاتون رو بنویسین یا بهمون پیغام بدین. پس نیلوفر عزیز اینجا ازت خدافظی میکنم، لبخند خداوند میدم بهت. آمین که تو این سال، یعنی سال دیگه 2022 هم بیشتر ببینیم، سرودهای بیشتر ازت بشنویم، و این فروش این آلبوم یا پخش این آلبوم موفق باشه تا قلبهای بیشتر یا واقعا لمس کنه، دریافت کنه، یا انفه خدا خیلی خیلی برکتت بده، و تو رو و همسرت رو میدیم به دستای خدا. خیلی خیلی متشکرم که زمان تو گذاشتی، وقت گذاشتی و با ما شهادت زندگی تو شیر کردی و همینجور این سوال ها رو صادقانه جواب دادی. خیلی دوست داریم، مواظب خود باش. عزیزان شب همگی به خیر، بقیه هفته پر برکتی داشته باشین، در دستان خداوند باشین. خدا نگهدار، خدا خیلی.